ملا رسول لندی دلیل قلعه‌های ناموسی در فاریاب. سلام، من نوید جهش هستم. در این ویدیو قصد دارم شرح حال قربانیان شخص باجگیر و متجاوز مشهور به ملا رسول لندی و اینکه او اکنون کجا به سر میبرد را با شما شریک کنم. در ادامه با جهش آنلاین تیوی همراه باشید. با گزارش گروه وبگردی خبرنگاران جهش آنلاین تیوی، قلعه‌های ناموسی در چند ماه اخیر در فاریاب افزایش یافته است و مقام‌های آن ولایت گمان می‌برند که شاید این افزایش با آفتابی شدن قضیه ملا رسول لندی ربط داشته باشد. رسول لندی یا ملا لندی همان مردی است که برای سال‌ها در فاریاب ادعا می‌کرد که زنان بی اولاد را درمان می‌کند تا صاحب فرزند شوند، ابتدا با تعویض و اگر کارگر نشد با مقاربت جنسی. بر اساس آمار ریاست امور زنان فاریاب، در 3 ماهی گذشته 9 مورد قتل ناموسی در آن ولایت ثبت شده است، حالان که سال گذشته در همین محدوده زمانی 4 مورد قتل ناموسی ثبت شده بود. نقیب الله فایق والی فاریاب گفته است که در این اواخر قتل های ناموسی در آن ولایت به ویژه در نزدیکی های محلی که ملا لندی زندگی می کرد افزایش یافته است و به گفته ای وی جای شگفت نیست که اگر این قلعه با قضیه افشا شدن رسول لندی ربط داشته باشد. آقای فایق به استناد اعترافات کسانی که در پیوند با قضیه ملا لندی بازداشت شده اند گفت او گروهی را به کار گماشته بود تا برایش تبلیغ کنند. نخست تعویض میداد و از آنان میخواست که در دیدار بعد با خود یک مرغ بیاورند و در دیدار واپسین هم گوسفند. زمانی که مشکل زنان حل نمیشد میگفت که یک راه دیگر باقی مانده است و مشتریان را وادار به مقاربت جنسی میکرد. شریفه عظیمی رئیس امور زنان ولایت فاریاب ضمن ابراز نگرانی از افزایش قتل‌های ناموسی گفته است زنانی که برای علاج نزد ملا لندی رفته اند ممکن قربانی قتل‌های ناموسی شوند. مقام ها در ولایت فاریاب گفتند که رسول لندی ملا نبود، بلکه در واقع یک حلقه باجگیر و اخاذی را رهبری میکرد که زنان به ویژه زنان بی اولاد را هدف قرار میداد. فرید غوری سارموال در ولایت فاریاب گفته است که ملا لندی ویدیوهای مقاربت جنسیش با زنان را مخفیانه ثبت میکرد و سپس با استفاده از این ویدیوها به باجگیری از زنان پرداخته و هر آنچه پول و زیورات را که داشتند از ایشان میستاند. صبغت الله سیلاب معاون شورای ولایتی فاریاب در مصاحبه ادعا کرده است که ملا لندی اکنون حدود 40 سال عمر دارد. در نوجوانی نزد یک فرمانده محلی به اصطلاح بچه باز بود و برای وی میرقصید، ادعایی که تا حال از سوی سایر افراد تایید یا رد نشده است. مقام های محلی فاریاب همچنان گفتند رسول لندی با توجه به عقاید محکم مردم محل به ملا و زیارت ابتدا به کفشناسی و سپس هم به تعویض نویسی آغاز کرد. ملا رسول لندی به کمک چند زن دیگر که یکی از آنان افسر پلیس فاریاب بود میان زنان تبلیغ میکرد که گویا در درمان بی اولادی و مادر ساختن زنان بی فرزند تخصص دارد. معاون شورای ولایتی فاریاب گفته است که ملا لندی زمانی رسوا شد که یک مرد زورمند محلی در مورد کارهای وی خبر شد و با 2 محافظ مسلح به خانه وی رفته و تلفن و ویدیوهایش را ضبط کردند. آقای سیلاب گفت آنان از وی خواستند که ماهانه برایش $2,500 بپردازد. رسول لندی در آغاز $800 پرداخت و دیگر نتوانست پول بپردازد. سپس آنان هم به نشر ویدیوها آغاز کردند. بعد دنبال نشر این ویدیوها در ماهای اخیر ملا لندی برای چندی بعد ترکیه فرار می کند. چند ماه بعد به افغانستان برگشته و در کنار عبدالعظیم جمشیدی یکی از فرماندهان محلی طرفدار دولت صلاح برمی دارد. آقای جمشیدی گفته است که ماهی گذشته ریاست امنیت ملی افغانستان با وی به تماس شد و ضمن توضیحات در مورد اعمال ملا لندی به وی خبر داد که کارمندان استخبارات در تلاش دستگیری ملا لندی هستند. او میگوید که شاید ملا لندی این مکالمه تلفنی را شنیده باشد، چون همان روز ناپدید شد و تا امروز سر و درکی از وی نیست. ملا لندی که اکنون به گفته والی فاریاب ریش خود را تراشیده و هفته گذشته با تبدیل قیافه در شهر مزار شریف دیده شده است، شاید رهسپار کابل شده باشد. به هر صورت نشر ویدیوهای ملا لندی در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های جدی را برانگیخته و شماره از عالمان دینی و کاربران افغانستانی در شبکه‌های اجتماعی خواستار دستگیری و در صورت اثبات جرم خواستار اعدام وی در محضر عام شده اند.